خوبه میرسه به مهمان این قسمت از برنامه ما که مطمئنن همه شما آماده هستید که این گفتگو رو ببینید. هنرمندی که روی صحنه دعوت میکنم سال هاست که برای شما میخونه، یکی از چهره های مطرح موسیقی ماست، یکی از مطرح ترین خوانندگان زن ایران رو محسوب میشه. در طی چند دهه گذشته، یا بهتر بگم چهار دهه گذشته، جزو مطرح‌ترین ها بوده و هست و هنرمندی است که دوستش دارید، هنرمندی هستش که همواره و همیشه صاحب سبک بوده، چه از لحاظ موسیقی که اجرا میکنه، چه از لحاظ لباس و کاراکتری که معرفی میکنه. لقب‌های مختلف به او داده شده، خیلی از اون لقب‌ها مسئولیتش رو من به عهده میگیرم و امروز هم در رابطه با آخرین لقبی که برازنده او بود و این لقب رو به او من تقدیم کردم صحبت می‌کنیم. خانم ها آقایان، ملکه بی رقیب صحنه‌های هنر، شهره. چقدر سخت اینجا. یه خوده بیا جلوتر حل میشه. تو نه، جلوی تو ما نمیام. ها؟ سلام به شما. سلام خدمت شما. حالتون خوبه؟ چطوره؟ وضع درسته با علی؟ این سوال یعنی چی وضع درسته با علی؟ یعنی که؟ یعنی چی؟ یعنی علی؟ یعنی چی؟ اولا کجا هستی؟ کجا بودی؟ کجا خواهی بود؟ اصلا به شما مربوط نیست. یعنی چی؟ کجا بودی تو این مدت؟ کجا بودم؟ آره کجا بودی تو؟ ما همینجا. کجا؟ همینجا. تو کجا؟ تو هم بوجا؟ فقط تو تلویزیون میدیدم، توی یوتیوب میدیدم. میدیدی منو؟ خیلی زیاد. مرسی. این برای من نگاه میشردی؟ خارج از همه چی اگه اجازه بده صحبت کنم. میدم من... میدم. میدی؟ اینا اجازه میدیدی. ای بیادم. بذار من صحبت کنم. بفهمی، خواهش بکنم، خواهش بکنم. والا مدتی میدونین که من در ترکیه بیشتر زندگی میکنم و بیزنس های مختلفی دارم و خیلی خوشحالم اونجا، چون نزدیک ایرانه و هموطنان عزیز ایرانی هستن و میبینم ایشون دیگه. به ندرت در امریکا آدم ایرانی ها رو میبینه، مگه در چلو کبابی ها یا در مغازه‌های خاربار فروشی یا با علی. شوخی میکنم، شوخی. واقعا علی یکی از آدمایی که بهترین برنامه ها رو همیشه ساخته، سازنده بوده. بسیار بسیار آدم تالنتدیه و من شک نداشتم و ندارم که میدونستم یه آس دیگری رو میکنه. مرسی. این آس رو رو کردی عزیز دلم. مرسی. و اینقدر خوشحالم، خدا میدونه. مرسی. و شبا وقتی با دوستانم میشستم رو اپل تیوی فقط برنامه تو بود و همه میگفتن واو، what is this؟ ترکا حتی گفتن این گیلنه.
حالا زیاد خودت فکرم کوچیک‌تره. زیاد خودت نگیر. نگیر. آره از لاغرم شدی؟ آره لاغر شدم. خیلی. چیکار می‌کنی؟ غذا نمی‌خورم. غذا که ولی واقعا بی‌نظیره. مرسی. نشنو به خودش. تالنتت و آدم بسیار بسیار خوبیه. مرسی. یه دست محکم براش. مرسی. خب دوستی ما برمیگرده به چند دهه گذشته و از زمانی که تو از نیویورک در ایران که خب آشنا بودیم با هم دیگه ولی زمانی که از نیویورک به لس آنجلس اومدی و در لس آنجلس اقامت کردی هیچ وقت فراموش نمی‌کنم خیابان برینگتون و خونه‌ای که هر شب همه بچه‌ها دور هم جمع بودیم و با هم دیگه شوخی می‌کردیم و می‌گفتیم و یادش بخیر من علی کوچولوه بودم اون موقع علی کوچولو بود آره آره یادش بخیر که چقدر با هم جمع می‌شد خیلی خوب شوره از اون زمان تا امروز چه فرقی کرده مارکت ما دوستان و همکارانمون مارکت که خیلی فرق کرده سوپرمارکت رو میگی نه مارکت هنریمون مارکت هنری هم مثل سوپرمارکت شده اونجوری شده بسیار عالی ولی خب یه مقدار علی جان همه مشغله دارن همه کار دارن یه مقدار همه خانواده درست کردن دوریای ذره دوستیای ذره برعکس شده یعنی دوستی نمیتونی بگی نمیتونی بگی رفیق اون موقع ما با هم دوست بودیم اون موقع با هم رفیق بودیم غم همدیگر رو میخوردیم الان برعکسه همه خوشحالن یکی ناراحته خیلی متاسفم و واقعا احساس میکنم که برای چی از اینجا رفتم علی جان تو هم ببری از اینجا رن به خاطر اینکه میمونم دیگه دوستی نیست کجا زندگی میکنی الان؟ من در استانبول آنتالیا من استانبول زندگی میکنم تا به سونا آلانیا هستم ولی خب استانبول ولی چند وقت یه بارم دو سه ماه میام که دختر عزیزم تنازو ببینم تناز پاشو البته شوره همیشه خانوادش رو با دنیای کارش جدا کرده و این همیشه بوده و مرسی. همیشه هم اینو داشته و بسیار بسیار غیرتی هستش توی این مسئله جدا میگم اصلا باورتو نمیشه ولی بسیار غیرتیه برای اینکه اسم تناز رو نمیتونه بیاره آره اصلا اسم تناز بیاریم هر کی اسم تناز میاره یه جوری نگاه میکنه مثل که الان خود طرف رو بکشه ولی من امروز به خاطر یه خواهش دارم اونم برای چند ثانیه هم که شده دوست دارم تناز بیاد بالا تناز بیاد تناز آماده ای؟ بیا عزیزم بیا بیا بابا حیوانی آماده نیست ببینن از این آماده تر چی میخواد باشه؟ آقا این همیشه خوشگله شده همیشه خوشگله بذارید تناز رو ببینیدش یاد کوچیکی های خودم میفتم بشین ببینم خب خوبه این اولا شباهت میشه از اندازه تر خدا خیلی شباهت زیاد شده خیلی زیباتره زیباتر از توه خیلی 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 دختر خوبیه و الان هم داره بگو خودت مامی صدا شده میشنویم که بیا بگو نه تو مامی میرم پپردین دارم گرادویت میشم پپردین میخونی درس میخونی بزنس منیجمنت بسیار عالی مامانش هم خیلی اذیت میکنه نه ولی تناز دختر خوبیه به خاطر اینکه از کوچیکی من و تناز با هم بودیم بله و تناز با اینکه پدر جدا شده بودیم ما تناز خودش رو ساخت و ازش خیلی ممنونم و میدونم دیگه دختر بزرگی شده خودش میتونه از خودش تکر کنه و خوش... دو دقیقه حرف بزنه بعد من متشکرم نه بده اون بعد
الان راه میفته. حالا چرا تنهاست الان سر بگرد؟ ببینی قسم به من داده همه ببیننش. آخه قسم داده بود من نبری بود. خسرو مسعود. حرف بزن تنهاست یه دقیقه. سلام. سلام به تو. مرسی. تنهاست فارسیش خیلی خوبه. به دلیل اینکه گیتا دوست من، دوست ما، مادر اصلیش و پارت آف فامیلی با تناز فقط فارسی صحبت میکرد. منم که فقط فارسی، ولی خب به او صحبت کن فارسی. خب من یکم فارسی بلدم ولی خشن بلدی. I'm very nervous right now. نروسه درست برعکس توه عزیزم. این داییشه. کدوم دایی؟ دایی شهرامش. آه شهر دایی شهر اصلا واقعا خجالتی نیستش. شهرام خجالتیه. شهرام خجالتیه. آره خوشحال شدم دیدم تناز جان. خیلی ممنون. به افتخار تناز. مرسی عزیزم. مرسی. Thank you. علی استاد. آره همیشه هست. خوب شد دیدیمش. همه هم دیدنش. واقعا. لس آنجلس چرا لس؟ تو میتونی همین درآمدی که توی ترکیه داشته باشی یا تو روسیه داشته باشی یا هر جایی داشته باشی تو لس آنجلس باشی و راحت‌تر هم زندگی کنی. علی جان ترکیه رو انتخاب کردم چون من 7 سال پیش 8 سال پیش خودم ترکیه رو کلاب را انداختم و رومو جولیت و اون زمان مردم می اومدن و همه هنرمندا مایکل عزیزم بود، راستین بود، فرید زولان بود و خواننده‌های دیگری هم بعد من نبودم کلاب بود. بعد دیگه تصمیم گرفتم که یک کنسرت‌های بزرگی بذارم با همکارام که بیان این ور آبم بیان. ولی خب اونجور استقبال نشد. موقعیت بدی بود. یادم میاد دوران خیلی بدی بود. دوران بد موقعی بود که زمانی بود که کودتا شد و بمب گذاری شد. آره. اون زمان من والا تازه یه کشتی گرفتم چون بعضی میگن کشتی بده. از اینفورمیشن مردم آب رو دوست دارن، دریا رو دوست دارن، ایرانی ها مخصوصا زیر آبی رو خیلی خودش زیر آبی میره خب میدونه. خب ولی خب یک کشتی وی آی پی من اونجا ترتیب دادم با حضور برادرم شهرام سلطی که خیلی خیلی مخارج با بند امیر بدخش. ولی خب موقعی که کودتا شد و اون زمان دیگه تصمیم گرفتیم که بریم شهرام برگشت و منم رفتم آلانیا منزلم. ولی خب بعدش باز گفتم نمیشه، شوهره رو میشناسید؟ بله خوب. ساکت نمیشیدم. برای همین تصمیم گرفتم باز دوباره یه کاری انجام بدم. سالن آرایش زیبایی و اسپا باز کردم اونجا. راستی؟ بله بله. کجا؟ در میشانتشی. چی شیشی؟ مخه مثلا بگو اصغر. تو از کجا میدونی؟ آخه میگی میشانتشی؟ یک جایی که تمام برند نیم های مهم اونجا هستن، لوی ویتون، مثل رودودرای. تو چه شهری هست؟ استانبول. او تو خود استانبوله. اسم محله میشانتاشیه. میشانتاشیه. ها؟ میشانتاشیه. فرانسوی میخوای بگم؟ نه نه نه، دوست داشتم ببینم. ترکی یاد گرفتی؟ من همیشه یک اسیستنت دارم که ترکی صحبت میکنه. نمیدونم چرا نمیتونم یاد بگیرم. من یه زبان بلدم، اونم فارسی و انگلیسی هم بگیرم. ولی واقعا اونجا خوشحالم و با وجود زاره عزیزم به دست محکم بزنیم. این سالن رو باز کردیم. انشالله ژانویه تبلیغاتش میاد و دوست عزیزم که اسم جا چیه؟ شهره. نه بابا. بعد چه کارهایی توش انجام میشه؟
همه جور کار، چه کاری میخواید؟ نه، منظور آخه سوالت سوالی نبود که من نتونم. یه دونه فیلم از من و تو که تصادفی هم دیگر بوسیدیم تو برنامه نوروزی، این همه سرصدا را انداخت. الان باز دور از این حرفا میزنی، هزار تا قصه توست. خودش پرسید، منم جواب چه کاری انجام میدم؟ گفتم چه جور کاری میخواین؟ نه منظورم میشه مو کوتاه میکنن، به آرایش صورت میکنن، همه چی. بعد اسپا. آها. بعد مدیکال اسپا یا بیوتی اسپا تو هر دو تاش دکترای مخصوص داریم اونجا بارد. و برند شوره پروداکت خودم در میاد بارد. و زاره جان انشالله به من کمک میکنه. زاره چی کار میکنه اونجا؟ زاره به خاطر اینکه اینجا زاره فامیلمه. بله بله آشنایی دارم باهاش. دازه هر زیبایی که میبینی. چه نسبتی داره با شما؟ برادر زن برادرم. بارد شده. زاره یکی از کسایی که واقعا کسی رو درست خودتون شاهده. بله بسیار کارش خوده. هنرمندا بودین که بله، اومدن کارش... چی شدن. بله بله. و من هنوز خودم واقعا زاره عزیز منو درست میکنه و کسی دیگری تو حالا نبوده خودم باری شده. ولی سالون رو دوست عزیزم یکی از بهترین آرشیتکتا اینتریور دیزاینر ها رفیق شفیقم پرویز پرگاری عزیزم ماشاءالله سالن رو طراحی کرده ماشاءالله. یعنی واقعا وقتی وارد میشی میگی واو what is this ماشاءالله. و تمام سمینارهای زاره جان و ترک ها بیشتر کسایی که کار میکنن ترک هستن. من یه ماشین داشتم که این ماشین در واقع چهار تا صندلی داشت ولی دو نفره بود و توی این ماشین دو نفره که به زور چهار تا صندلی داشت شش نفر میشستن. من رانندگی میکردم، شهرام شرب شپره، شهره، شاهرخ، یکی از دوستامون رایکا و ابی موتا بعد وقت نمیمد شما خودتون برید. بعد اینا همشون توی این ماشین، فقط شما فکر کنید یه ماشین دو دره آخه وضعش خیلی خوب بود به خدا تنها کس که وضعش خوب بود این بود. بعد ما همه از ایران اومده بودیم بیرون هیچی هم نداشتیم. مثلا ماشینشو میدیم فکر هواپیما هست. بعدن که فهمیدیم که بابا نه بابا اینو میتونه لیست کنیم مثلا. نه لیست نبود اون زمان، لیست نمیشد که فقط میشد لیست زد اون وقت. فقط اون باشه اون موقع خیلی اون موقع لیست نبود. علی اون موقع یادت میخوندی؟ به خود علی راستشو بگو، رو راست باش با جلوی دوربین و برنامه خودت دیگه. خب چی میخواد؟ خوش شام. محله میخوندم من یه زمانی ولی سنم خیلی کم بود. تو صدا نداشتی چجوری میخوندی؟ پیش میاد. ولی میدونی چی داشت؟ کاراکتر داشت. مرسی. و واقعا سیاوش شمس من فکر کنم 18 سالم بود یادت باشه. قربونت برم علی. من اون موقع 19 سالم بود. نه اگر اونجوری حساب کنی اون موقع تو 15 سالت بود، چون من سنم داره میره بالا شما همه عقبکی داری میری. خب این که شکی درش نیست. خدا همه عقبکی میری. یه سوالی شوره، تو چند سال گذشته به خصوص یا امسال داشتم لیست رو نگاه میکردم لاس وگاس، همه خواننده های مردن. نه جدا میگم متاسفانه، البته خواننده های خانوم ما خیلی کم داریم، ولی بعد نبود که گاه گداری اون موقع که شما میذاشتین برنامه خواننده خانم همیشه بود. بله. من نه میخوام بگم چرا نمیذارن منو، اصلا احتیاج ندارم، ولی خب خواننده های دیگری هستن، خیلی هم خواننده های خوبی هستن. من الان نگاه میکنم اون یه دونه خانم هم اگه میذارن از دستگرمیه، وگرنه اونم نمیذاشتن. من متاسفم برای اینداستری هنرمون، یعنی
این وضعی که الان پیش اومده داره کم کم و کم کم و کم کم میشه ایران و اونها دارن میان اینجا خواننده های ما همه مرد سالاری و پروموتر ها فقط مرد ها میبینم که دوستان بسیار خوبم مثلا داریوش عزیزم ابی عزیز خیلی هم ارادت دارم خیلی هم دوستشون دارم خودت میدونی به تنهایی میخونن همه جا چرا الان با بقیه در وگاس هستن؟ حتما درآمد خوبیه حتما پیشنهادات بیشتری شده از طرف کی شده؟ اونو باید پیدا کنیم آقای بسیار عالی بریم سراغه خب تقصیر از کسی نیست عزیزم تقصیر از مردمه که نباید ساپورت کنن و حمایت کنن که متاسفانه خواننده های خانوم رو حمایت نمی کنن خواننده های خودشون رو حمایت نمی کنن از ایران که میاد حمایت می کنن اصلا اوضاع به هم ریخته نمی دونم داستان چیه آقای امینی شما بگین چیه شما بگین مسعود امینی عزیز ما امشب اینجا هستش استفاده ولی واقعا امیدوارم که همه بیکاری به من از مسعود میپرسی مسعودم صاف پاس میده تو بود اصلا تو بگو استاد این کاره عزیزم میشه خواهش کنم چرا نه نه واقعا اجازه بدین چرا باید خواننده های مرد فقط بخونم والا منم اینو سوال دارم و من به نظر من خودت هم این کارو کردی من آره ببین این موضوعی که وجود داره در یه زمانی 100% این مسئله هست ولی من فکر کنم که صحبتی که تو داری میکنی در رابطه با خواننده‌های زن خواننده‌های زنمون انگشت شمار هستن دفنیت 100% ما تمامی سعیمون این بوده که همیشه تو برنامه‌ای که داشتیم همیشه خواننده زن باشه حالا همیشه ما برنامه تو خواننده زن داشتم آخرین باری هم که من پارسال برنامه نداشتم آخرین باری که من برنامه داشتم در لاس وگاس خواننده زن بوده کی بود؟ سپیده الان نیست نه هنگامه هست ولی لیلا نیست نه لیلا نیست نوشافری نیست رامش اصلا نیست شهره نیست شهرم نیست از اینفورمیشن من خودم نمیخوام بیام مرسی به دلیل چی؟ به دلیل اینکه زمانی که به آدم میگن که ابی جان هست و بغل مثلا فلان فلان امثال برادرم و مثلا اسم نمیارم خورده میگیرم که چرا ابی تنهایی میگه باید یه جا بخونه لاس وگاس با همه میخونه داریوش میگه تنها داریوشان ساری دوست دارم ولی خورده میگیرم از اینکه چرا اونجا باید تنها بخونی اینجا چهار تا خواننده میخونه شاید دلیلش این نیستش فکر کنی که بچه‌ها ببین تو آمریکایی اینه که هر کسی در پایان کار هنریش سعی میکنه کردیت جمع کنه خیلی از ماها شاید در پایان کار هنریمون میخوام به جای کردیت پول جمع کنیم کی همین اسمی که تو داری میگی به خاطر همین شاید دلیلش این باشه شما بگم بچه‌های ما احتیاج به این چند نفر احتیاج به پول ندارن آخه آدم هر چی پول بیشتر داشته باشه بیشتر پول دوست داره مثل شما چرا که نه بالا من امروز برنامه شما اومدم کاش که من خیلی پول دوست داشتم تو اگه پول دوست داشتی الان اینجا نبودی قربونت برم جت شخصی و بله ولی بگذاریم چند تا خواننده بیشتر تکی کار نمی کنه درسته و خیلی متاسفیم و بریم سراغ کار دیگه حالا دیگه نه باید ای بابا چون تو اومدی این موضوع رو باز کردی این موضوع که گفتی بگی تموم شد ولی بدون این که به زودی زود همه چی درست میشه انشالله یا اونوریا میان اینور یا ما میریم اونور انشالله شوره کار جدید کار جدید یه کار جدید خوندم از خزر تا فارس البته بسیار کار زیبایی از بچه های ایرانه یه کار ملی میهنیه
کار سیاسی نیست. من از خزر تا فارس، یعنی خلیج فارس من بله. من سر زمانی که خلیج عرب گفتن بسیار بسیار غمگین شدم، ناراحت شدم که چرا اصلا اجازه همچین صحبتی میدن. آخرین باری که ایران بودی چند سال پیش بود؟ 40 سال میشه نه؟ بشین سجاد. حالا جدی شدم تو چی؟ نه دیگه 12 سالت بود اومدی دیگه نه؟ 10 سالت بود. 19 سالم. 19 سالت بود. ولی آخرین بار که ایران بودی هم قبل از انقلاب بود. تو انقلاب ایران نبودی دیگه؟ نه. اوکی. ما اومدیم برای برنامه با شهرام شهپره در نیویورک که پدر مادرم در قید حیات بودن. خدا بیامرزه همه خانواده رفتگان رو. و مادرم به من گفت نیا ایران. ما هم با یه چمدون اومده بودیم، هنوز چمدونمون دم دره که یه روزی برگردم. ولی لباساش کجاست؟ لباسا 100 برابر شده. ولی خب خود چمدون خالیه. اینجاست که خالیه، اون چمدونا نیست. شهره آدم احساسیه؟ بسیار. شهره زود میرنجه؟ زود میرنجم و زود هم میگذرم، چون فکر میکنم آدمایی که با من یه مقدار منو ناراحت میکنن بیشتر خودشونو ناراحت میکنن، چون من آدمی هم که همیشه سر پا وای میستم، بخورم زمین بازم بلند میشم وای میستم. یه روز اولی که یه خاطره بگم از روز اولی که در کابانه میامی با شهرام دوتایی روی استیج بودیم با ارکستر بند بزرگ آقای واروژان، داریوش هم اون زمان ماما میخون. من یه لباس بلند پوشیده بودم، پدرم خدا بیامرز گل گذاشته بود دور استیج. بعد من اومدم بیام تو، شهرام مشاله صدا خوب قدرت میخوند و اینا. من اومدم بیام لباسم گرفت خوردم زمین. او خوردن زمین منو هنوز سر پا نگه داشته. واسه همین میگم آدم ها هیچ وقت فکر نکنن که خوردن زمین، خودت میدونی من چی میگم، وقتی خودت اینسایدت بدونی که میتونی بلند شی، بلند میشی. بابا خیلی تو ماشاءالله عوض شدی این چند وقت رفتی ترکیه. این حرفا از کجا اومده؟ والی اصلا حرف نمیتونست بزنه وقتی با ما گفتگو میکرد. میگم تا بنویس به خدا یه سری از کارا و اینا رو، آلبوم ها اینا رو یه رفت من امضا میکردم، گفتیش حوصله ندارم تو بنویس. خب اون موقع فکر نمیکردم اینقدر دنیای بدی بشه. ولی ماشاءالله بسیار زیبا، بسیار، چون رفاقت ها بد باشه، دوستی ها بد. حالا میفهمم که باید حرف بزنی، درست صحبت کنی، کتاب بخونی. آقای امینی همیشه به من میگفتی و در ترکیه کتاب خیلی خوندم. شهره یه آیپد داره که این آیپد 24 ساعته باهاشه، با این آیپد صحبت میکنه، با این آیپد صفحهاشو چک میکنه. یه چند نفری هم هستن که همه کارهای این فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و همه کارهای شهره رو انجام میدن. ازشون تشکر میکنم، همه بچه هایی که کارهای من رو انجام میدن، فرید امیدوار، بهاره، شهرام شجریان. حالا یادت میاد دو نفرش به ما نگفته؟ خیلی در تمام جاهات کشورها برای من زحمت میکشن، چون منو این از صمیم قلب دوست دارم بدون هیچ چشم داشتی. شهره لباسا رو چیکار میکنی؟ لباسایی که همیشه عوض میشه و اینا رو چیکار میکنی وقتی حالا یا قدیمی میشه یا سایز عوض میشه؟ من عاشق لباسای لباسام.
خب هنوز کفشامون لباسامو دارم ولی باورت میشه رفتم ترکیه 12 تا چمدونم گم شد. درست میگی؟ بعد به ما میگی بیم ترکیه؟ نه 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 ها. از اینجا که داشت میمد بره ترکیه گم شد. اون لباسایی که دوست داشتم رفت. همه رفت؟ همه رفت. به درد تو نمیخورد؟ نه به درد من نمیخورد. به درد من نمیخورد. عاشقتم. مرسی. خیلی خوشتیب شدی. علی واقعا به تبریک میگم. دوست داری. مرسی. علی به شما تبریک میگم. از امروز خزینه ها فقط برای تو میشه. علی به جون تناز، به جون تناز بهترین برنامه رو داری و بهترین آدمی هست که من فکر میکنم علیرضا امیر قاسمی. هیچ کسی مثل علیرضا نمیتونه برنامه ساز باشه. تانکیو، مرسی. یه دست محترم. نه جلوش بگم، واقعا بسیار خوبی، بسیار. همیشه یک کاری میکنی، رو میکنی، یه کاری نوآوری میکنی. با اینکه ازت بدم میاد. آره، این یه عشق باور نکردنیه بین ما. و بعد بند بسیار خوبه تو تشکر کنم. مرسی آقا. مرسی. خیلی خوبه. خب، امشب میخوام یه سورپرایز برای شماها دارم و میخوام با شهره یه بازی کوچیک انجام بدیم. وای 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 وای. آره، یه بازی کوچیک میخوام انجام بدیم. من عمر دیگه نمیکنم. شما آماده هستید؟ آره. آخرین باری که پانتومیم کردی کی بوده؟ با تو. آره باری کلا. خب این دفعه من و تو با هم دیگه یه تیم میشیم. بذار یه تیم هم باید انتخاب کنیم. بذار حمیدرضا لواسری دعوت کنم بیاد. یه جنی. و همینطور محمد. محمد محمد عزیز رهبر ارکسترمون. دعوتش کنیم بیا. چهار تا صندلی با میدید با آقای لواسری. خب اولین کاری که هستش خیلی راحت بهتون بگم، خیلی راحت، خیلی راحت. یه بازی پانتومی میره، هر کسی یه قرار انجام بده اینجاست. میگن فاصله بگیرید. فاصله همون خوبه ما با نه یه همشه بخواد برنه برو اون بر بیا، منم بیا. خب شما برو پلاس برو. خیلی خب ما خیلی جلوی پس بیا. بسیار عالی. حالا هر کسی میخواد یاد باشه هر کسی برای اون یکی برای انجام بده. برای من اینو بگم، این هم سورپرایز برای نفر. ما هم نمیدونیم. نه من نمیدونم. واقعا ما نمیدونیم چی هست. باور کنید خانم آقایان، این ما نمیدونیم این داستان چیه. واقعا نمیدونیم. اسم ما رو ولی من میخوام. ولی شما نمیدونی؟ نه نمیدونم. خانم شهره جان شما هم نمیدونی؟ اصلا اصلا. ببخشید. شما هم نمیدونی؟ نه نمیدونی. شما هم نمیدونی داستان چیه؟ نه نه نه. من نمیدونم. نه نه. خیلی خوب. با کی شروع کنی؟ با کی شروع کنی؟ با شما. با شما. با من شروع کنی؟ با شما. با من سخته. نه با شما شروع کنی. با من شروع کنی. خب پس من باید برای خودم ببینم برای شهره. ما اینا بذاریم تو جیبمون. منم باید ببینم. شهره نه. من نمیدونم داستان چیه. اول بگو داستان چیه؟ من عداشو در میارم تو باید بگی چیه. از شعور ادای خودشو در بیار. نه 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 ببین خیلی سخته. شما باید ببینین دیگه. نه 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 شما باید ببینین. نه ببینین. نه باید ببینین. شما ببینین. شما چرا باید ببینین؟ اوکی ببینم ببینم چی 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 خیلی سخته. آها گوش کن بعد به من گوش کنی. وقت نداریم وقت نداریم. آها حواست هست؟ صبر کن صبر کن. چند دقیقه وقت داری؟ یک دقیقه آب داغ؟ آب داغه؟ بلرم آتیشه شما ندارید؟ تو اینجوری میکنی فقط دیگه
دست تو داری میشونی تو دیر روشی داری میبری ما داری بزرگ بابا یه رو قاسمی شیک شیراب رو باز میکنه شیراب رو آها درشی دستت بر میشه بازی اتا کنیم بازی تو بکنم الان داره یه چیزی رو تست میکنه آب در آب به هرم گرم باریکلا باریکلا براوو 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 اول نگفتم بلا گفتی شما تماشا باید گفتید یه دور گفتید آخه چی؟ شیرو آدتیه چی میخواستی بگم شیرو ولکوری دیشون آقا حرکات دو دست خطرناک یه دست بگیری بعد اینجا چیه؟ شهره جا مرسی که گفتی مرسی که گفتی مگر نه ایشون الان میرخ خب جایی که نمازه لباس منه شما خب نه لباسانیه دیگه نه ایشونه برمان ببینیم ما ببینیم ما ببینیم آقا شما رو نه حده آه من نه ما دوتا باید ببینیم نه ما نمیدونیم ما داستان چیه ما نمید بگیم چرا این کار با من کردم اوکی وایسا دادو ببینیم آقا آهنگش خیلی مولا او سه حرفه خواهر مادر نه سه حرفه سه حرفه یک حرف اول دامن رو میکشی بالا دامن کوتاه داری میکشی بالا دامن چه مینی جوپه میخوای بکشی بالا شلوار شل دامن دامن مینی جوپ مینی جوپ چی دامن مینی جوپ شلوار جینز جین میخوای بکشی بالا شلوار کوتاس یه چیزی کوتاس چی کوتاس شورت 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 خب شورت شورت نه اگوشت وسط شده شد دار دو خب دومی شورت حجاب روسری روسری حجاب خب بگو اینم یک دومی سومی سومی خب میدوزه را میره شورت مادر شورت مادر شورت چی؟ نمیشتم نگی بابا نگی چرا بزا بگم نمیشتم نگی نگی مامان دوست مامان دوست عمران من میتونستم بگم اینا چی هست؟ اصلا نمیدونم چی هست مامان دوست بس من دوستم ولی عالی بود از اینا که نادر رفیقی پوشته دیگه مامان دوست نوبت توه ببین نوبت توه بگیر نشون بده شما نشون نده باشو باشو ایشون هست باشو اینجا نوبت توه شوره از این تو من خیلی دارم بابا خودتون بخونید مامان دوست اینا نباشه بابا اینجا برو اینجا برو اینجا اینجا من نمیتونم من بعد به من بخوری کارو ببینم ایت دارم بلند شوره جا داره بلند یه باسم سر به عواز میدونم سر به عواز بگم برو شروع کن چی بگم من باید عداشو در بیاری واسه من میدون جونتا نمیدونم میگه جونتا عجب نامرد ماتیک شما میگی ماتیک سر 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 آها سر به هوا خب سر به هوا میدونم سر به هوا میدونم سر به هوا نگاه سر به هوا خودت سر به هوایی خودت
سر به حواس میدونم جمعه ها ها جمعه به جمعه جمعه به جمعه بود به چون تو برای نبودم چی بود؟ همون سر به حواس میدونم سر به حواس میدونم خیلی بلاسی میخوام دل بکنم آقا کار خودم میدونم دیوونه شدی پاشو براو براو به افتخار شهره عزیز براو ساده کردم واسه تو خانم آقا یا سر سخت من مال من خیلی لوس بده من مونش نده یا بشی تو هستی ببینم ببینم آقا ببینم یعنی ببین این یه چیزی که اصلا نمیشه به خدا قسم این اگه بتونه بگه فقط باید کسی برای سوی هم که محمد خودش رو سکره همه فقط کسی باید بتونه بگه که کارتون پنج چهار سه کسی باید بگه که کارتون برای حاضری همی جعبه فشرده مکعب فشرده جعبه فشرده چه اسمارت بود چه جوری باید بگم نمیدونم اومد کنه صابون دست صابون شستن شهر فرم شهرش دستشویی در دستشویی چجوری بگیم حرف بزن از این لابد کارتون دیگه نمی کنی آن کارتونه حرف هم بود باب اسفنجی ما باختیم نه از ما کمک گرفتم چه کمک حالی براو به افتخارشون واقعا خوب بود خوبی کراس لواسانی قیداش چیز میکرد آقای لواسانی همه اینا رو خودش درد نه باور کن آخه اسپانج باب بس کجا ببخشید اسپانج باب این خیلی سخت باب اسپانجی دیگه باب اسپانجی چی مازه ولی من خانم آقایا امشب شهره عزیز انتقام هزارها نفر از علیرضا میرقاسمی گرفتن مرسی خواهش میکنم سپاس فراوان از خواهش حرفای بدی زدم بچه‌ها اجازه میدی من یک دو تا خاطره از شهره عزیز تعریف کنم خوبیه از شهر عالی اولا خانم و آقایا من چند تا داستان جالب خیلی سریع براتون بگم شهره نازنین جزو هنرمندان نازنین ما هستن بسیار دست و دل بازن بسیار دستور بسیار من و علی برای هم هیچی نداریم چرا؟ ما مثلا مسافرت میریم شما بعد فکر کنید مثلا چندین نفر بین پنج نفر تا مثلا پونزده نفر نیستن تو هواپیما بعد شهره جان بلا فاصله کردیت کارتو میدن بعد راه میفتن با دو نفر سه نفر خدمه هواپیما رو دور خودشون راه میندازن میگن ایشون دوست منه این دوست منه این دوست منه ایشون میدونه این دوست منه این دوست منه این دوست منه این دوست منه همه اینا مهمون منن من تو هواپیما دوست ندارم کسی مزاحمم بشه نه برای که ایشون من میخوابم و من میخوابم میگه من بیدار میشم بیدار میشم که بخور میگم آقا نمیخوام بخورم آقای لواسانی خودشو به خواب نمیذاره نه عزیز من میخوابم من چی خودشو به خواب بزنه من گرسنه نیستم من میخوام بخوابم بعد تا غذا اومد نه خیرم فکر میخوام بخوابم بیدار میکرد بیار اون رو بهش غذا بده نه عالیه باری ولی شما اومدین بدین گفتم نخه ما نه اختیار نه همیشه واقعا اینو بهتون میگم خب داخلی بود ارزون بود نه عالی همیشه با شهره عزیز سفر اصلا جزو خاطراتیه که واقعا آدم یادش نمیره و بهتون تبریک میگم به این شخصیت به این پرسونالیتی به این کرکتر واقعا بهتون میگم ها همیشه خیلی ممنونم انشالله که بیاین تشریف بیارین ترکیه ازتون پذیرایی کنم مرسی و
بیاین سالن من ماساژ نداره. نه ایشون داشت سوالاتش. نه این از اون آقا ترک‌ها میخواد ماساژ. همون ترکی رو میگه. همون ترکی دوست داره. کیسه و اینا. یه بار رفت همون ترکی دو نفر کچ برگشتن. این هیکل رو بخوام 24 ساعت طول میکشه گفتن. تنها کسی که میتونه همون ترکی بده همین لواسانی رو اینا یعنی که به سومو رسلات کشتیگیرهای سومو کمک میکنن همونشون میبرن. باید چی بگم آخه شما کن حمید وقتی میره تو همون هم یه ولی به افتخار شهره عزیز البته تشکر کنم از ستارز استارز آن برند. بله بله مدیریتشون دوستان بسیار بسیار خوبم بسیار عالی رفیقای خوبمون رابرت عزیز و شیرزاد شیرزاد عزیز و خانم نازنینشون استلا استلا بسیار عالی افتخارش و چقدر جای زیبایی هست اینجا خیلی قشنگ و ممنونم از همه شما که اومدین و تحملش میکنین و سخته شما هم همینطور شما هم همینطور ولی خب واقعا برنامه خوبیه She's saying good things about me Yes, very good things Very good things ولی امیدوارم که این برنامه رو علی جان مرسی. همینجور ادامه بدیم و همینجور پایدار و زنده و سلامت و قدرت گو مرسی مرسی افتخار شما مرسی مرسی